ضمن عرض سلام و وقت بخیر به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه یاد جانباختگان راه سوسیالیسم در خدمتم برای تقدیم این برنامه. در برنامه این هفته یاد جانباختگان راه سوسیالیسم گرامی خواهیم داشت یاد و خاطره رفقای جانباخته احمد زیبرم، محمود بحرینی و خسرو جهاندیده. از شما دعوت می کنم که به این برنامه توجه فرمایید. یاد رفیق احمد زیبرم. احمد زیبرم در سال 1323 در یک خانواده ماهیگیر فقیر در بندر انزلی در دامان فقر و زحمت و تلاش مداوم به دنیا آمد. احمد از همان سنین کودکی همپای پدر برای تأمین معاش خانواده مشغول به کار شد و برای ادامه تحصیلش به باربری در بندر پرداخت. با قدغن اعلام شدن صید ماهی از سوی شیلات برای ماهیگیران آزاد، تنگ دستی بیشتری بر خانواده احمد تحمیل شد. بناگزیر به استخدام شیلات در آمد. کار او در شیلات در صید ماهی با تورهای بزرگ بود و سختی کار از وی انسانی مقاوم ساخت. بعد از اتمام سربازی به عنوان کتابدار در کتابخانه شهرداری به کار مشغول شد. با کارگران و توده های فقیر شهری درآمیخت و زندگیشان آموخت و تا آنجا که در امکانش بود در روشنگری میان آنان کوشید. در همین دوره از زندگیش بود که با مطالعه آثار و ادبیات چپ و مارکسیستی به مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم شاه روی آورد. او در کنار تعدادی دیگر از رفقایش با تشکیل هسته و گروه‌های مخفی که بعدها در ابعاد دیگر سازمان چریک‌های فدای خلق را بنیان نهادند، مبارزات خود را به طور مسلحانه و به مثابه انقلابی حرفه‌ای ادامه داد. در سال 1350 و به دنبال یک رشته عملیات، رژیم شاه عکس 9 نفر از مبارزینی را که شناخته شده بودند با تعیین جایزه 900 هزار تومانی برای سر آنها